سلام، سپر از هم به برنامه خط کابل خوش آمدید. ماین‌های مغناطیسی در زیر موتر کارمندان دولتی. امروز کابل شاهد دو انفجار بود. حکومت پس از هر ترور و انفجار انگشت انتقاد را به طرف طالب نشانه گرفته. دیروز اتحادیه اروپا و نمایندگی‌های سیاسی کشورها هم در یک اعلامیه واکنش نشان دادند. مسئول بیشتر خشونت‌ها در کشور را طالبان دانستند، ولی طالبان واکنش نشان دادند، رد کردند، به اساس خواندند و مسئول بحران افغانستان را اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواندند. پس به این همه ترور، ماین‌های مغناطیسی و کشتار بی‌رحمانه، مردم کیها را مقصر بدانند و به سراغ کدام طرف به خاطر کاهش خشونت دست دراز کنند؟ حکومت، طالب، کشورهای همسایه، آمریکا و متحدانش، کدام طرف؟ سرنوشت این مردم مظلوم و بحران زده با ادامه کشتار به کجا خواهد رسید؟ این پرسش ها و چند پرسش دیگر را از مهمانانم در برنامه خط کابل به بحث میگیریم. آقایان هر یک عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نمایندگان، و یوسف امین زازه، آگاه مسائل نظامی. مهمانان خوش آمدین. آقای تمیم، بحث را با شما آغاز میکنیم. دیروز سه ترور در کابل و امروز دو انفجار. حکومت و متحدانش میگه که کار طالب است، ولی گروه طالبان رد کردن. شما میدانید کی ملامت است، کی سلامت؟ تشکر. به نام خدا و سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی، میمان بسیار معزز در میز. شما خودتان میدانین که متاسفانه 14 است که در افغانستان جنگ و خشونت است. دیگه این جنگ و خشونت و ناامنی باعث بر این شده است که روز به روز وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آزادی بیان و حقوق زن و همه اونم دستاوردهایی که یک انسان در یک جامعه آرام نیاز داره، متاسفانه با خطر مواجه شده. در این شک نیست که طالبان یک گروه تروریستی هستند و طالبان مبناشا و مشروعیتشا و اهدافشا و برنامهشا و تمام هسته و وجود اونها را اگر شما بررسی کنین، اونها یک گروه هستند که از طریق کشتن و بستن و زدن و نابود کردن میخواهند به قدرت برسند، و یک گروه هستند که تلاش میکنند که از طریق کشتن مردم و ریختن خون انسانها روح و وحشت خود به قلب شهروندان افغانستان حداقل جاگزین کنن. بله. اما اونها گروه های تروریستی هستند. اونها مسئولیتشو گفتن جنگ را راه حل نه، بلکه گفتگو را راه حل میدانیم. اون چیزی که از طرف طالب هست، هر چیزی که حالا در همو اعلامیه مشترکی که از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای حالا نمایندگی های سیاسی کشورها صادر شد، رد کردن و همه اتهامات به سر اونها انداختن. یک طرف موضوع که طالبا یک گروهی هستند که حقیقتاً تا هنوز دست از خشونت و جنگ نکشیدند و هر لحظه مردم را میکشند، ولی در طرف دیگر حکومتی که قانون اساسی افغانستان اون را ملزم و مکلف به تأمین امنیت جان و مال و نوامیس مردم کرده، مسئولیت از او چیست؟ مسئولیت نیروهای امنیتی که در افغانستان وظیفه محوله دارند و سرقمندان اعلایی که حداقل وقتی که در صلاحیت‌های رئیس جمهور شما بررسی کنین در اونجا برن، اونها قسم یاد کردن که ما در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت شهروندان تلاش میکنیم. درست است که اونها گروه‌هایی هستند که به خاطر وحشت تلاش میکنن، اما نیروهای امنیتی ما باید بیدار شوند، هوشیار شوند، خلاها را باید حداقل پر کنند، اونمون نواقصاتی که وجود داره باید طوری که مهمانی عزیز پیشتر زازه ای سه بررس کردن باید بررسی شود که علت در کجاست. علت در کجاست که زیادترین انفجار در موتر پلیس میشه، پلیسی که باید از مال مردم، از ناموس مردم، از جان مردم، از تمام داشته ها و آبروی مردم حراست حفاظت کنه. چرا هر روز رود 4-5 لینجر حداقل به می نشستکی نابود میگرده؟ یا رو بررسی کنن، بزرگترین فرصت این خلا را پر کنن، در خیر اون یک فاجعه است. همین پرسش را از آقای زازه میپرسم. وقتی موتر رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح انفجار داده میشه، کار از کار گذشته واقعا؟ ببینین، اول خو سلام و احترامات خدا جناب وکیل صاحب بر شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینین، من بس از کجا شروع میکنیم که دولت یا حکومت اعلان میکنه که این اعمال تروریستی، انفجار و ماین‌های مغناطیسی و کشتار مردم
کار طالباس. وقتی که کار طالباس ما اعتراض نمی کنیم چرا که دولت ماست. خب مهربانی چرا نمی کنند؟ میال در مذاکرات صلح بین طالبا و حکومت است. خب پرت این اسناد شاید که برادر طالب برادر طالب چرا این کار بیکنه؟ اینی اسناد، اینی هم شواهد، اینی هم مدارک. بله. تو مردم رو چرا میکشی؟ ما تو اول ما نشیندیم. وکیل صاحب شاید شما هم نشینده باشید. اما ما اون اول امروز در صفحه فیسبوکش نوشته. صفحه فیسبوک شماره تماس و راهنمای تروریستان در پاکستان در اعترافاتشان درج میشه از این به بعد. تا جهان میکنن. بدانه که ادعای ما افسانه نیست. اینی میره ما میخواهیم. اینی میره مردم ما افغانستان میخواهیم. چی باید میکردن نکردن؟ من یک چیز در براتون بگویم که تا جهان بفهمه. یکی رو خود جهان رو میفهمون یکی مرم خود بفهمون. ما خود میمورم ما خود باید بفهمون که قاتلم کی است. این مجرم کی است؟ شما رو کی بفهمونه؟ امی حکومت وظیفه‌ش است. خب حالا گفته که ما تابال خواب افسانه نداریم. تابال خواب بود. میگه 72% برادر تابال خواب بود. از زمانی که حالا از مزایت مردم صحبت میکنن 72% از جلسه ششونی مردم راضی هست 72 سعی کنیم برادر یک گپ هست موبایل مده کس دوزی میکنه دوست کم میشه ما میگیم که موبایل ما دوزی نمیشه یکی میگه دکان ما دوزی نمیشه این جرائم مختلفه است یکی است که در ماین و بم و به زندگیم تباه میشه دیگه است که غصب میکنه چور میکنه ظلم از بیعدالتی است ما براتون بگویم همین ما اون سبی اول براتون میگم صحیح در مقابل کدام غاصب اقدام کرده غاصبانی که در حکومت هستند غاصبانی که در پارلمان هستند غاصبانی که در هر قوه است کدامش اقدام کرده همین ما اون سبی اول ولی سعی کنین کدی طالب جنگ داری صحیح برای ما بگو کمی اسناد شواهد مدارک سکو بعد از بررسی ها باید که مردم شریک بسازه دمی رسانه شریک بسازه بخواه که برادر اینه فلانی اینی نفر اینی نام از کجا آمده بود اینی راپورای ما اینی گزارش ما او دهی دزگیری کردم اعترافات شبیگی که مردم روبرو بسازیش تا ما بفهمم وقتی که در خلای معلوماتی قرار داشته باشم ادای فیسبوکی و تویتر این چیزایی که هست فکر میکنم به درد ما رو دوا نمیکنه آقای تمیم شما به عنوان نماینده مردم شما آیا گاه پرسیدین که چرا جلو این حملات گرفته نمیشه از پاسخ دریافت کردین از پرسشی که داشتین از حکومت چی بوده؟ حالا مردم به کدام طرف برن؟ به طرف از طالب بخواین، از حکومت بخواین، از کشورهای همسایه بخواین یا آن چیزی که حالا در اعلامیه اتحادیه اروپا تقبیح کرد، محکوم کرد ولی آن چیزی که در اینجا جریان داره، همین سریال وحشت، چرا؟ شما خودتون شاید در جریان باشین، رسانه ها هم در جریان هستند که در این پیوند بارها ارگان‌های امنیتی خواسته شدند، وزارت دفاع، وزارت داخله، رئیس امنیت ملی آنها عنوان میکنند که جنگ افغانستان بسیار یک جنگ پیچیده است، جنگ استخباراتی است، جنگ منطقوی است و کشورهای زیادی تلاش دارند که متاسفانه افغانستان بستر جنگ باشه و لانه های تروریست ها باید در اینجا جاگزین باشه به خاطر اهداف سویی که دارن ولی در مجموع دلایلی که بگن بازم مسئول و مکلف هستن که باید تامین امنیت کنن بله. شما خودتون میدونین که ما متاسفانه در کشور هستیم که بسیار یک کشور آسیب پذیری آسیب پذیری های قومی داریم آسیب پذیری های هویتی داریم آسیب پذیری های منطقوی داریم و آسیب پذیری های بسیار زیادی دیگر است که همه اینها دست به دست هم دیگر میتونه با دخالت کشورهای منطقه و فرامنطقه متاسفانه وضعیت متستنجد بینه و باعث بر این میشه که هر روز خون افغان بریزه یعنی مردم ولی در صحبت های شما این پیام دریافت بکنن هر روز بنشینن نظارگر مرگ خود باشن ولی در مجموع نیروهای امنیتی مسئول و مکلف هستند پارلمان افغانستان صدای خود بالا کرده شما میدانید در افغانستان سه قوه است اجرایی است مقننه است قضایی است وظیفه هر کسی هم در قانون اساسی افغانستان واضح و روشن شده است وظیفه من بالا کردن صدا و عدالت خواهی و قانون گذاری است وظیفه حکومت است که تامین امنیت کنه اگر تامین امنیت نمیتونه بسیار شرافتمندانه در حضور مردم افغانستان حاضر شه و همه واقعیت ها رو روشن و واضح بگه بعد از استعفا کنه که راه حل دیگری وجود نداره چرا این کار را نمیکنه؟ که او رو باید این سوال از خودی هم ازوا درست شما نماینده مردم پرسیدین وقتی بار بار پرسیدین اما جواب قناعت بخش دریافت نکردین بار بار پرسون کردیم جواب متاسفانه دریافت نکردیم و دلیل شما اینه که جنگ افغانستان جنگ پیچیده است استخباراتی است و باید ما تحمل کنیم و نیروهای امنیتی به حد توان خود تلاش دارن که باید تامین امنیت کنن اما این زمانی که ما میگیم بله. ما با تک تک سربازای خود افتخار میکنیم و برای اونها سلام میفرستیم او سربازی که در دورترین نقطه افغانستان سینه خود را سفر میکنه که می وکیل در پارلمان باشم شما رسانه در این رسانه باشین و یک فعال مدنی
فعالیت های مدنی خور کنه، زنا بسیار واضح و روشن مثلا به دفترها بروند کار کنند. ما با او سرباز سلام میزنیم و او سرباز است که از بیرق افغانستان، از حاکمیت ملی، از تامین عدالت اجتماعی، از برابری و نظم واقعی در افغانستان مبارزه میکنه و جان خود یک جان خود به خطر میاندازند، ولی مشکل در رأس است. تشکر. برمیگردیم آقای تمیم، اما پیش از آن میان برنامه کوتاه داریم. به ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. آقای زازعی، حالا از آدرس وزارت داخله آقای صدیق صدیقی، کمپاین وحشیانه ماینگذاری و تیرورهای هدفمند ادامه دارد. نهادهای امنیتی در همکاری با مردم تلاش میکنند مانع آن شوند. مردم چه کاری کرده میتونه؟ مسئولیت مردم چی است؟ و در مقابل مسئولیت مسئولان درجه یک چی است که شما انتقاد هم داشتین پیشتر؟ بله، ببینید، جنگ 40 سال است. 40 سال پیش ما میگفتیم که توریست ها در پاکستان است، پیشای سای است، تمویل میشه، تجهیز میشه، امریکا کتیش است، کشورهای غربی کتیش است، انگلستان کتیش است، ایران شریک است. کدام چیز تغییر خورده؟ نخورده. امروز هم همون حرفا را ما اون اول رئیس جمهور میزنه. خب امی مردمی که امروز حرف اول میزنه، تا دیروز ما برشان میگفتیم، امی را میگفتیم که کشور را ویران نکنین، بیان صلح کنین، مصالحه کنین، در دست بیگانگان افتیدین. امروز که در قدرت افتیدن فراموش کردن تاریخ خوده. امروز باز هم چیغ میزنن، این درد دوا نمیکنه. اما طالب همه چیز رد میکنه، میگه که ببینین رد میکنه، ما میگه در تلاش حفظ جان افراد ملکی هستیم و این چیزا رو هم رد میکنه. نمی امر الله سالی هم رد میکنه، یک وقت یام رد میکنه. امیای که امروز فغان میندازه، این سیاسونی که شما میگین کلشون رد میکنه، گفت ما مجاهدین هستیم. صحیح. امروز طالب میگه ما مجاهد هستیم. دو شک چیز هست. داعش میگه ما مجاهد هستم، حکومت اسلامی میخوام. القاعده میگه که من مجاهد هستم، دولت اسلامی میخوایم. اینجا برادرای که افتنزیم و اشتنزیم از کلش میگه من مجاهد هستم. اصلا مش گپش قبول کنیم. حالا طالب میگه مسئول بحران این کشور اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه. کی میگه مسئول بحران طالب است؟ حالا طالب میگه که نه، معنی کسی که میگه مسئول بحران طالب است. صحیح؟ امی آدم کی است؟ امرالله صالح؟ دکتر اشرف غنی؟ دکتر اشرف غنی در امریکا شیشته بود، در امریکا امی جنگایی که دو وقت علیه کشور میشد، علیه دولت میشد، امی اشرف غنی چی میکرد؟ گفت یا کلش کمونیست هاست، ما چیم فلان است و فلان است، ما مجاهد هستیم، ما از مجاهدین خود دفاع میکنیم. امی اشرف غنی. پس مردم از که توقع بکنن؟ من نمیفهم، من هیچ نمیفهم. اینا لگه من میگم که نه، ما اصلاح شدیم. اگه میگن که ما اصلاح شدیم، خب برادر من دروغ نمیگم. اینی امرالله صالح نمیال صدای مرا مشتاق، بلی از خدا بلی از قرآن برش برو بگوی نمی یوسف امین زازه برت میگه اسنادم برت روان کردیم. بله برت روان کردیم. چی کردی؟ بگو برش، بگو چی کردی. اما امروز از رضایت 72% صحبت میکنی. اینه من شیشتیم کتی تو برادر، رضایت 72% وظیفه عادی یک پلیس است. موبایل دوزی نکو، اختطاف نکو، موتر نگو رضا، ها حاکمیت قانون در شهر بان چرا نمیکنن؟ همین قماندان امنیت، همین قماندان امنیت از دید شما همین وضعیت فعلی یک عرض کنم، رئیس تحقیقات جنایی، قماندان امنیت کابل، او بله من خوب بر ثبوت برت میگم برادر، برش برو بگو اینمی یوسف امین میگه که برادر قماندان امنیت کابل، رئیس تحقیقات جنایی امرالله صالح، اسناد بری دادیم، چرا قانون عملی نمی کنی؟ ما دیگه بر من لاف نزنین. به حکومت گوش شنوا نیست. نیست؟ نمیکنن. نمیکنن. بله. میشوا اگر بکنن. دمی یک لحظه در یک ساعت. در یک ساعت. تشکر. بله. بسیار زیاد تشکر. آقای تمیم، حالا شما از صحبت‌های آقای زازعی به چی نتیجه میرسین؟ واقعا حکومتی وجود نداره که اینجا برای مردم واقعا اراده وجود نداره، نهادهای امنیتی مصروف چی هستند، مردم از اون طرف هر روز قربانی میشن و شما نماینده مردم. شما خودتون میدونین که هر کس برای یک کار ساخته شده و هر کس در یک کاری تخصص داره. بله. متاسفانه این موضوع در نیروهای امنیتی مراعات نمیشه. اول اگر میخوان امنیت به وجود بیاورن، استخدام کادرها رو بر اساس لیاقت انجام بدن.
یعنی بله. کسایی که جوان هستند، تخصص دارند، تعهد دارند، متخصص و متقی هستند، به این وطن وفادار هستند، اینها رو بدون واسطه بر مبنای نمود لیاقت و منطقش رو انتخاب کنند و حمایت کنند تا یا بتانند کار درستی رو انجام بدن. یک موضوع کار میکنن یک موضوع اینا انتخاب نشدن، اینا شایسته نیستن. من نظرم است که این کادرها باید به همین اساس انتخاب شون. یک موضوع دومی که نیروهای امنیتی زمینگیر کرده، ما متاسفانه موضوع نیروهای امنیتی رو میبریم به موضوعات سیاسی، میبریم به موضوعات قومی و زبانی و سمتی، میبریم حداقل اونها رو سمت سوی دیگر میدیم. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی از موضوعات سیاسی و از موضوعات فراتر از این موضوع باید دور نگاه داشته شوند. اونها فقط با نمو وظیفه مسلکی و وظیفه ای که حداقل محوله ای که برایشان سپرده شده برای اونها فرصت داده شوه تا اونها وظیفه را انجام بدن. اگر کمی اوریان تر صحبت کنی، کی ها میبرن امی به طرف سیاسی کردن؟ شما میدونین کسایی که در قدرت هستن این واضح و روشن است. مثلا چند تا ازیر مثلا اینا نیاز به نام گرفتن نداره. شما واضح و روشن میبینین کسایی که در قدرت هستن، کسایی که این همین نیروها رو فرماندهی میکنن، دستور میدن، متاسفانه گاهی اوقات میبینین که به بیراهه استفاده میشوند. این دو موضوع. موضوع شما با ملت در تامین امنیت همکاری شما با ملت شریک بکنین، ملت بفهمن که وقتی نهادهای امنیتی سیاسی شده کیها داخل هستند، کیها کار میکنن، واقعا وضعیت بحرانی شده. شما میدونین پدر عزیز امیر، شما هم میدونین، من هم میدونم، زازای صاحب هم میدونه، همه ملت افغانستان میدونن که متاسفانه گاهی اوقات و اکثریت اوقات متاسفانه نیروهای نظامی رو سیاسی میکنن، به هدف های استعمال میکنن که نباید استعمال شوه، نباید استعمال شوه، چون یک نیروی است که فقط به خاطر تامین امنیت، فقط به خاطر حاکمیت قانون، فقط به خاطر نظم و امن عامه. دو موضوع. موضوع سومی که در راستای امنیت در کابل و در بزرگشهرها کمک میکنه همکاری مردم است. مردم هم چنین تصور نکنند که فقط مسئولیت نیروی امنیتی است که تامین امنیت میکنه. درست است که اونها معاش میگیرند، برابر معاش مکلف و ملزم هستند که باید تامین امنیت کنند، ولی مردم به عنوان شهروند و به عنوان کسانی که در دیو و قرا و در شهرها زندگی میکنند مسئول و مکلف هستند که در تمام موارد حداقل با نیروهای خود کمک کنند که تا از این جنگ استخباراتی و از این جنگ نابرابری که متاسفانه هر روز جان مردم افغانستان میگیره ما موفقانه بدریم. موضوع چهارم، بله، موضوع مسلکی شدن پلیس در شهرهاست. استاد در اینجا هست، متاسفانه پلیس ما و شما ولی وظیفه اردو انجام میده. وظیفه پلیس جنگ نیست، وظیفه پلیس تامین امنیت در شهرهاست. وظیفه پلیس به وجود آوردن فضای امن و فضای مناسب برای زندگی شهروندان در شهرهاست. متاسفانه امروز پلیس هم کار شده، جنگ هم باید بکنه، در پسته هم باید او باشه، در خط مقدم مثلا خطهایی که ما با دیگر کشورها داریم در اونجا هم باید حضور داشته باشه. که این همین موضوع هم متاسفانه پلیس ما از وظیفه محوله و اصلیش بیرون کرده که ما امیدوار هستیم که وزیر صاحب داخله بزرگترین فرصت ممکن همونطوری که وعده دادن پلیس به وظیفه اصلیش برگردانن تا پلیس در خدمت مردم باشه و اعتماد مردم به دست بیاره تا ما بتونیم حداقل از این مینا چسبکی و از این بیبندباری هایی که در شهرها امروز انجام میشه جلوگیری نسبی بتونیم. تشکر آقای زازعی. حالا آن چیزی که در اینجا در داخل بود آقای تمیم صحبت کردن، اصلا معلوم نیست کی با کی و چی با چی هست. در واقع اصلا نهادها سیاسی است، مشکلات زیاد است، مسلکی بودن اصلا مطرح نیست. و از اون طرف هم حالا اعلامیه کشورهای اروپایی را خوب طالبا پاسخش دادن، به کجا میریم در نهایت؟ ببینید همین تمام مسائل قصدن همین رقم تنظیم شده، نمیخواین که اردوی ما اردو باشه، نمیخواین که امنیت ملی ما امنیت ملی باید درست باشه، نمیخواین که پلیس ما پلیس باشه، نمیخواین برادر امریکا نمیخواه برادر، وزیر چیزی کرده نمیتونه برادر، چشمش پایین است، از رئیس جمهور چشمش پایین است. کدام وزیر؟ وزیر داخلی، وزیر دفاع، رئیس جمهور تملا سالید هنه ترست اینا نفرهای امریکان؟ بله. شما اسناد دارین؟ یک قسمات برتون بتم خو که خودتون بگین که بون شاید نرسین پوزیشن. خب بعد من مستند اسناد برتون میتم، اصل مستند اسناد بیاین. خب شما ما این شما سگم برادر بیارین. نه یا گاز کنین یا گاز نش نه دیگه خود سگ برادر مرا امره رئیس جمهور، امره امر الله صالح، وزیر دفاع، وزیر داخله بشون، رسانه ها هم بیاید. من یک افسر از کشور هستم، رسانه ها هم بیاید لایف پخش کنن. لایف ما سوال میکنیم از رئیس جمهور، سوال میکنم، سوال قانونی، سوال مسلکی،
چرا این کار را نمیکنین؟ بر من جوابش را بده. چرا این کار را نکردین؟ جوابش را بده. اما حکومت همیشه گفته که ما به خواستای مردم پاسخ بدیم. مهربانی چی وقت پروگرام شه میگیری بخیر؟ خب ما این تماس بگیرین. شما صحبت کنین به نتیجه برسیم. حتما در فرصت ما یک 5 تا 10 تا نماینده مردم خود میبرم به صفت یک نظامی کشور. سکو یا خود نظامی هم نیست. به صفت یک افسر نظامی کشور ما از پیش از جا سوال میکنم. مرا پاسخ ما بده روبرو لایف برنامه بگیرین. یک کمی سوالات بکنید. یک سوال را حال برات میگم. امرالله سالی را بگو که چرا قانون تطبیق نمیکنی؟ قانون میگه قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شوه. امرالله خان سالی همه چیزا میپذیره. هم بلی همه چیزا آقای سالی میپذیره. وقتی شما میگین از رئیس دفترش پرسان کو بر ما گفته بسیار معذرت میخوام من سب نتونستیم نمیتونیم. برو پرسان کو برادر، من دروغ نمیگم. کسی چی ما شرم است که من دروغ بگویم. ما بر تو پرسان میگم وزیر داخله وزیر دفاع را بیار. تشکر. همین قماندان امنیه را برادر یک ساعته دو ساعته برنامه بگی. ما و قماندان امنی کابل اینجا باشون. انشالله ما بارد با سند یک توتیاش بر من نخواهی توتیاره. باشه قماندان امنی کابل، رئیس تحقیقات جنایی امرالله صالح، هر کدامشون که میاد بر ما بیاین جواب تلاش میکنیم. وقت ما کم است. ما اردو رام برش نشان بدم. آقای زازای وقت ما کم است. ما امنیت ملی رام نشان بدم. ما پلیس رام برش نشان بدم. تشکر آقای تمیم. خیلی در جنبندی کوتاه بفرمایید به کجا میریم با این وضعیت؟ حالا همه چیز حالا به طرف بدتر شدن میره؟ با تمام این موضوعاتی که وجود داره، افغان ها غیر از این که با گفتگوهای صلح تن دردن، زمانی که شما کولومبیا رو بررسی کنین، زمانی که تاجیکستان رو بررسی کنین و کشورهای دیگه ای که در حالات جنگ بودن و با صلح رسیدن، همین مشکلات رو پشت سر گذاشتن. حتی فرمانده های ازوم اگر کشته میشد مذاکره رو راه نمی کردن. بنان یگانه راه حلی که میتونه کشی افغانستان رو به ساحل برسانه موضوع مذاکره است، موضوع منطق است، موضوع گفتگو است، تا اینکه صلح افغانستان به یک نتیجه برسه تا ما و شما دارای یک کشور آرام شیم. سپاسگزارم از حضورتان عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نمایندگان و همچنان یوسف امین زازه آگاه مسائل نظامی. بسیار زیاد تشکر مهمانان عزیز. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. پایان خط کابل. شب بخیر.